سلام میکنم به روی ماه همه همراهان عزیزم. امیدوارم حالتون خوب باشه. در خدمتتون هستم با طرز تهیه یک کوکوی سیب زمینی مغزدار. مطمئنم که اگر خودتون دوست نداشته باشین، بچه ها حتما دوست دارن. پس با من همراه باشید، بریم که مواد اولیه رو بهتون معرفی کنم. 3 عدد سیب زمینی متوسط داریم. 1 مقدار کالباس خشک دارم که حالا 1 مقدارش استفاده میکنم، نه همه اینو. 5 عدد تخم مرغ دارم. تقریبا 100 گرم تا 120 گرم هم پنیر پیتزا دارم. و از همه مهمتر ادویه هاشه که شامل پول بیبر، زردچوبه، فلفل قرمز و کمی زیره، فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز، پودر پیاز، پودر سیر و نمک. اینا از هر کدوم 1 قاشق مرباخوری. و برای مواد میانیش هم 1 قاشق مرباخوری پودر آویشن دارم و 1 قاشق غذاخوری هم آرد ذرت. خب دوستان، ابتدا این سیب زمینی ها رو من شستمشون و میخوام بذارم تو دستگاه بخارپزم که بخارپز بشه. بخارپز شدنش هم به طور کامل نمیخوام له بشه، به طوری که چنگال یا چاقوی که درش فرو میکنیم به سختی بره، یعنی نیم پز بشه. حالا بریم که بذاریمش بخارپز بشه. این دستگاه بخارپز منه که هم از توی آون ازش استفاده میشه هم روی گاز. من به خاطر اینکه دیگه برق خیلی استفاده نشه روی گاز گذاشتم که استفادهش کنم. حالا اینم به این شکل میذارم و آماده بشه. خب الان سیب زمینی ها تقریبا نیم پز شده، بعد گذاشتم تو آب سرد، یکم سرد شد و الان به راحتی دارم اونا رو پوست میگیرم. پوست بگیرم و رندشون کنم. با رنده درشتم میخوام رنده کنم. که من دارم رنده میکنم وسطش یه حالت خامی رو داره، یعنی ببینید اونطور نرم نیست. این فقط در حدی بوده که سیب زمینی ها موقعی که میخوایم باشون کوکو درست کنیم میخوایم آب نندازه، فقط در همین حد. به این شکل من رندش رو میکنم و بازش میکنم، اجازه میدم یه مقدارم داخلش خنک بشه. دوستانی که تازه وارد کانال ما شدن، میخواستم خدمتشون عرض کنم که اولا خوش آمد بگم به دوستان تازه واردمون و اینکه بهشون بگم که حتما اون زنگوله رو بزنن و سابسکرایب کنن تا هر زمانی که برنامه های ما پخش میشه به طور اتوماتیک براشون خبر داده بشه و ما بتونیم که در خدمتشون باشیم. در ضمن ممنونم از حمایت همه دوستان. دوستان تا اینکه سیب زمینیامون خنک بشه من بهتون بگم که من برای اینکه هر کوکوی رو، هر مدل کوکوی رو آماده بکنم، اول تخم مرغ‌هاش رو، حالا من اینجا شکوندم دونه دونه که دیگه وقت گیر نشه، تخم مرغ‌ها رو میزنم همراه با ادویه و حالا هر آردی، هر چیز دیگه بخوام افزودنی داشته باشم بهش اضافه میکنم. خوب تخم مرغشو میزنم که این کیک کرمی رنگ بشه. بعد سیب زمینی یا هر نوع مواد دیگه ای رو که میخوام کوکو بشه بهش اضافه میکنم.
اینجا من یه مقدار تخم مرغ زدم، الان موقعی که میخوام تمام ادویه ها رو به تخم مرغمون اضافه کنم، به اضافه یه قاشق آرد ذرت رو بهش اضافه میکنم و به هم زدنش ادامه میدم. دوستان در مورد به اصطلاح موادی که میخوایم قاطی کنیم، اگر کوکو رو برای مهمونی ها میخواید که از قبل آماده بشه و بذارید کنار، یه مقدار پگین پود بهش بزنید که پفش نخوابه. ولی در غیر این صورت که برای خودتون میخواید استفاده کنید که لزومی نداره که حالا حتما اون پف اون شکل اصلیش رو خیلی حفظ بکنه، نمیخواد پگین پود بزنید. اینم نکته بود که میخواستم بهتون. مرحله رو من از همزن استفاده کردم، الان تیکه تیکه این سیب زمینی ها رو بهش اضافه میکنم و دوباره از همزن برقیم استفاده میکنم تا یه خمیر یه دستی رو بهم بده. برای داخل کوکوتون حتی میتونید از سبزیجات خشک هم استفاده بکنید، مثل ریحون، ترحون یا هر چیز معطری که دوست داشته باشین میتونید داخل کوکوی سیب زمینتون استفاده بکنید، یا حتی مواد میانیش رو. اینا دیگه سلیقه‌ایه. غلظت که رسید و خط پرهای همزن روشمون دیگه کارم به اتمام رسیده. خب اینجا من یه قاشق رو از مواد بهش زدم، میذارم داخل مایتابم ببینم که صدای قشنگیش در میاد یا نه. خب الان تقریبا آماده است. از این موادی که آماده کردیم ببینید دوستان، عین یه مایه کیک شده. از این خمیر یا از این مایمون افتاد توی مایه، میریزم کف مایتابه و صافش میکنم. اگه تو مایتابتون که نچسب هم بزنید هیچ اشکالی نداره، من یه وقت بخاطر که کاملا کفش روغنی بشه هم میزنم و طوری صاف کنید که هیچ محفظه‌ای نمونه، که وقتی بسته شد، الان ببینید من یه ذره محفظه دارم، که وقتی بسته شد دیگه موادمون به کف مایتابه نره. مواد میانی من اینو صافش کنم، درشم میذارم تا کاملا خودشو بگیره، زیرشم کم میکنی چون دیگه روغن داغ شد به این شکل. خب حالا درشو میذاریم و شاید آروم خودشو بگیره. دوستان از این عطر ادویهش نگم براتون، سعی کنید تمام ادویه‌ای که به اصطلاح گذاشته بودم داخل دستورش استفاده کنید. خب برای داخل به اصطلاح کوکومون من از کالباس استفاده کردم. شما میتونید از هر چیز دیگه استفاده کنید، از قارچ تفت داده شده، از سبزیجات مختلف مثل نخود فرنگی، قارچ، هویج، همین رو میتونید استفاده کنید، یا مرغ پخته شده. من فعلا در دسترسم این کالباسا بود و پنیر پیتزا، ولی پنیر پیتزاشو سعی کنید حذف نکنید. اگر کالباس حذف بشه هیچ اشکالی نداره و
ولی پنیر پیتزاش بمونه خیلی بهتره. به همین شکل، زیاد نمیخوام که ریز بشه و یه حالت رشته ای بشه. خب دوستان، از کالباسی که من داشتم نصفش رو رشته خورد کردم، آماده شد که بریم. اگر روش بسته شده اینا رو بریزیم روش. خب الان روی کوکومون تقریبا گرفته خودشو. من این کالباس های رشته ای رو پخش میکنم این رو. خب حالا کالباسا رو که چیدیم، روشون پنیر میریزیم به این شکل. زیاد نمیذارم به کنارها بیاد چون خودش آب میشه و پخش میشه. حالا روی این پنیرها رو ما یه مقدار پودر آبیشن داریم که به اصطلاح میره پاشم روی این پنیرامون که عطر خاصی به پنیرامون میده. حالا میریم برای لایه بعدی. من یه مقدار اینا رو به این شکل مواد میانش کم زیاد ریختم، شما میتونید کمتر هم برسید. حالا از مواد سیب زمینیمون دوباره روی این قرار میدیم. خب حالا دوباره مواد رو کاملا پخشش میکنم روی مواد میانیمون که کناره هم که میره پایین مواد رو کاملا پوشش میده. کاملا که صافش کردیم درش رو میذاریم که کوکو کامل خودش رو بگیره و برگردونیم. ببین دوستان، اینجا قشنگ این کوکوی ما کاملا بسته شده. دست میزنم به خاطر اینکه متوجه بشید کامل بسته شده. حالا میخوایم برش گردونیم. من بشقاب مورد نظرم رو میذارم روی مایتوبمون، دستم رو قشنگ میذارم روش و برمیگردونم به این شکل، برمیگردونم و مایتوبه رو میذارم و اینو یه مقدار روغن میریزیم، اینو میذاریم داخلش. یه کم دیگه روغن ریختم و حالا با دست قشنگ راحت برمیگردم. میذاریم درش هم میذاریم تا خودشو کامل بگیره و اون طرفش هم مثل این طرفش برشته بشه. چجوری شده؟ اوی قشنگ این پنیراش هم توش پیداست. خب حالا بریم برای تستش. اینجا من دلم خواست که چون این مقدار به اصطلاح کوکو سنگینه با یه نارنج تستش کنم. این نارنجم از درخت کوچولوی خودمون چیدمش به این شکل. روی سالادمونم بریزیم. سالادمون بچه از این کلم بروکلی ها هم توش استفاده کردم که با هم دیگه درست کردیم. انشالله شما هم درست کرده باشین و خوب شده باشه. خب بریم برای تست کوکومون. به این شکل در اومده. البته من یه مقدار زود برشش کردم، شما میتونید به اصطلاح یه مقدار دیرتر برش کنید که کامل خودشو بگیره.
دیگتون خالی چی شده؟ خیلی خوشمزه شده. یه مخصوصا کسایی که دختر پسرای کوچولو دارن از این غذا مطمئنم که خوششون میاد. اینم از اون کلم بروکلی که با هم درست کردیم. خداییش عجب کلم شوری شده. امیدوارم که درست کنید و خوشتون بیاد. خب دوستان، رسیدیم به پایان این کلیپ. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و استفاده بهینه رو از این برنامه برده باشین. از دوستانی که محبت دارن و کامنت میذارن، خانم مریم غزنوی از اتریش شهر وین همراه با گل پسرشون آقا کیان گل که مامانشون برای من پیغام گذاشتن، گفتن که کیان کوچولو میشینن و برنامه شما رو با علاقه نگاه میکنن. کیان عزیزم دوستت دارم، امیدوارم این غذای خوشمزه رو مامان برات درست کنه و نوش جان کنی. و همچنین فیروزه خانم از تهران همراه با هانا و هلیسای عزیز دخترای گلشون که همراه همیشگی من هستن و خواستن که نام دخترای عزیزمون رو ببرم و ازشون تشکر کنم بابت تماشای این کلیپ ها. خیلی دوستتون دارم. بعد از کامنت های دیگم خیلی من یادداشت کردم که بخونم، ایشالا در فرصت دیگه اسم عزیزان رو میارم. امیدوارم که هر جا هستین زیر سایه حق سلامت و شاد باشین. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.